و همراهان گرامی برنامه گزارش ورزشی و تسلیت عرض میکنم. اون ایران جوان بوشهر بتونه با ارائه یک بازی خوب سمتیشر در چارچوب هفته 23 در شیراز مقابل پیام ارتباطات شیراز قرار گرفت و با ارائه یک بازی خوب، ولی متاسفانه خسروی کار میکنه. حالا روزهای حساس خودش هم داره نزدیک میشه و بازیهای جذابی هم پیش رو هست. امیدواریم که بینندگان محترم از دیدن این دیدار هم لذت کافی رو ببرن. بازیکنان اتکا گلستان همراهی رو روی دروازه تیم ایران جوان بوشهر تدارک می‌بینن. یک ارسال روی در مهدی سیفی، چند قدمی با توپ حرکت می‌کنه. ایران جوان قائدپوری در میانه میدان با مصطفی نجمی زاده کار می‌کنه. خود قائدپوری از ایران جوان بوشهر صاحب توپ هست. پاس خطی از گسترش فولاد 11 گل زده و علی امیری از داماش گیلان 9 گل. شروع مجدد، مهداد ابتدایی توی محوطه جرم، یه ضربه و توی دروازه. چهارمین دقیقه از نیمه اول این دیدار رو سپری میکنیم که بازیکن تیم صنایع اتکای گلستان قاسم اکبری گل اول این دیدار رو روی غفلت خط دفاعی ایران جوان به ثمر میرسونه. حالا در دقایق ابتدایی ایران جوان در خانه خودش از گلستان بدون گل مساوی به پایان رسید. اون دیدار در چارچوب هفته 11 رقابت‌های دسته‌ای که باشگاه کشور بود. حالا در دیدار برگشت و در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر در دقیقه 4 ایران جوان اولین گل رو دریافت میکنه. مهداد ابتدایی حزبای پور که خط دفاعی توپ رو برمیگردونه. جولیوس، توپ در اختیار بازیکنان اتکای گلستان هست. بازننده گل اکبری کار میکنن، توپش رو ایران جوانی ها میگیرن. قائدپوری در میانه میدان با احتشام ساسانی، مصطفی نجمی زاده، ضربه نجمی زاده به خط دفاعی میخوره و برگشت داده میشه. مهدی عینی از ایران جوان بوشه. وارد دقیقه 5 این دیدار شدیم. نتیجه 1-0 هست به سود اتکای گلستان. خطای مصطفی نجمی زاده را آقای مهرپیشه اعلام میکنه. تیم ایران جوان بوشهر تا پایان هفته 23 رقابت‌های لیگ دسته ای که حکیم حزبایی رد میشه. سیفی، پاس توی عمق برای حکیم حزبایی پور، رو به عقب حسین خسروی، جناب بازی رو عوض میکنه برای مهدی سیفی. پاس به مهرداد ابتدایی، توپ از روی سر قائد مصطفی نجمی زاده. خیلی سریع ایران جوانی ها بازی رو آغاز میکنن. قائدپوری که در جناح چپ هست به میانه میدان آمده و به خط میانی کمک میکنه. حکیم حزبایی، خسرو دایی. 10 از نیمه اول رو پشت سر گذاشتیم. ایران جوان بوشهر 0 صنایع اتکای گلستان 1. احتشام دروازه‌بان تیم صنایع اتکای گلستان، کلا مثل اینکه گلستانی ها با نگهداری لباس هاشون مشکل دارن، چون توی لیستی که به ما ارائه دادن 3-4 تا بازیکن هست که به دلیل مفقود شدن لباس هاشون با شماره های دیگر در این بازی به میدان اومدن و این مسئله گویا شامل دروازه‌بان این تیم هم شده. در میانه میدان علی بکزاویه با خط دفاعی خودشون کار میکنه. یه پاس توی عمق، مهدی سیفی قائدپوری رو به زحمت میندازه، اما خط دفاعی تیم توپ در خط دفاعی اتکای گلستان هست. یه پاس برای قاسم اکبری، زننده تکون این دیدار. کاویانپور مقابلش هست، باری که علاوه کاویانپور توپ رو میگیره و به مهرداد ابتدایی میسپره. او با قائدپوری کار میکنه، سیفی در کنارش هست، اما قائدپوری ترجیح میده که توپ رو توی عمق برای حکیم حزبایی بفرسته. حکیم حزبایی پور از ایران جوان بوشهر صاحب توپ هست، با قائدپوری کار میکنه. قائدپوری، حزبایی پور، 1-2 ناقص هست. توپ رو بازیکنان اتکای گلستان میگیرن. شهاب بیانپی با خط علی بکزاویه از اتکای گلستان صاحب توپ هست. با جولیوس با علی بکزاویه، بازی رو عوض میکنم برای بکزاویه. پشت این ضربه ایستگاهی آماده میشه تا توپ رو روی دروازه ارسال بکنه برای اتکای گلستان. ارسال به تیر 2 و قیصر نژاد روی توپ تاثیر نصف و نیمه میگذاره و توپ رو به کورنر میفرسته. ببینیم از این ضربه کورنر چه استفاده خواهند کرد بازیکنان صنایع اتکای گلستان. چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته‌ای که باشگاه کشور جام آزادگان در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر در حال برگزاری است. ضربه کورنر به سود اتکای گلستان، کوتاه ارسال میکنه. کاویانپور از
ایران جوان روی تیر یک توپ رو موقتا دور میکنه، اما این بازیکنان گلستان هستن. روکاتی تیم ملی زیر 19 سال بانوان کشور از امروز آغاز شده و از استان بوشهر خانم محمی از اتکای گلستان برای جولیوس پشت محوطه جریمه. باری کلا به خسروی از ایران جوان که توپش رو میکنه، فتیزاده رو صاحب توپ میکنه برای جولیوس. قایدپوری توپ پاش برخورد میکنه، به نظر میومد که جولیوس در آفساید باشه، اما کمک این دیدار اعتقادی به این قضیه نداره، بازی پیگیری میشه. حالا اشتباه میکنن گلستانی ها، احتشام بازی رو آغاز کنن و پی بگیرن، اما تیم اتکای گلستان سر حال تر نشون میده. جولیوس از اتکای گلستان یه دور میزنه با مهدی فتحی زاده. حسینی هر شنبه تمرین های شاهین پارس جنوبی بوشهر هم آغاز خواهد شد. گویا لیستی که آقای استیلی به آقای کنگانی مدیر عامل شاهین داده، یک دو تا از بازیکنان فصل گذشته پرسپولیس تهران هم در اون لیست هستن، بازیکنانی که مازاد اعلام شدن. برای احتشام پاس توی عمق که رحیمی از اتکای گلستان توپ رو قطع میکنه با جولیوس. علی بکزاویه، جولیوس پشت محوطه جریمه، یه پاس برای فتیزاده. خطرناک حمله میکنن گلستانی ها. مرتضی ابتدایی با علی بکزاویه در میانه میدان با جولیوس. مرتضی ابتدایی میاد و توپش رو میگیره. خسروی، مصطفی نجمی زاده، حالا نجمی گیر بده. افاینسوی، میرفندرسکی، جولیوس، اینی به زیر توپ ضربه میزنه. حزبایی و بازم آفساید. اگر شمرده باشین فکر کنم این هفتمین یا هشتمین باری هست که حکیم حزبایی در تله آفساید بازیکنان اتکای گلستان گیر میفته. بازی رو آغاز میکنن. خب بازیکن اتکای گلستان که از زمین بازی اخراج شده کنار زمین نشسته و بازی رو نگاه میکنه. همین مسئله اعتراض تماشاگران رو در پی داره، اما نه داور چهارم نه ناظر داوری توجهی به این مسئله نمی کنن. سو تربیت یزد بدون گل مساوی هستن. صنعت نفت آبادان 1-0 پیام مخابرات فاس رو شکست داده. سیفی، کاویانپور، اینی کار میکنه. سیفی، اینی، قایدپوری، مهدی سیفی حرکت میکنه. جولیوس توپش رو تکل میکنه و به سود اتکای گلستان توپ آوت. در خانه متوقف کردن، پس میتونن از پس این تیم در بوشهر بر بیان. یک دقیقه که حالا 10 ثانیه‌اش رو هم سپری کردیم. رحیمی، جمهوری اسلامی ایران، مرکز بوشهر. امیدوارم که این عزیزان هم بعد از ظهر خوبی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشن. میپردازیم به گزارش دیدار. 50 ثانیه بوشهر قصدش احتشام ساسانی رو صاحب توپ بکنه که یامپی بازیکن خوبه نیمه اول تیم اتکای گلستان توپ رو گرفت. خود میرفندرسکی پاسش جوندار نیست، به مصطفی نجمی زاده نمیرسه. بازیکنان صنایع اتکای گلستان، بکزاویه، خطای خسرو اتکای گلستان هست. ارسال بلند، کاویانپور توپش جلو، و فراموش نکنیم که ایران جوان باید از این فرصت استفاده کنه. باز هم خود کار، مهدی سیفی تو پس پاش جدا میشه، خودش میاد اشتباهش رو جو مدن. آقای خرمزی در اولین دیدارشون 3-1 مغلوب پیام مشهد شدن. با سپاهان نوین اصفهان 1-1 مساوی کردن. پیام مخابرات فارس رو 2-0 شکست دادن. با اتکای گلستان همین تیم در گلستان مساوی کردن. تربیت یزد رو 1-0 بردن و موفق شدن که در اهواز این اهواز رو شکست بدن. دیدارهای دور رفت به پایان رسید. دور برگشت رو ایران جوان با یک مساوی بدون گل مقابل دانش لرستان آغاز کرد. شمشک نوشهر رو 2-1 برد. 1-0 به شهرداری بندرعباس باخت. با مس رفسنجان مساوی کرد. با نفت آبادان مساوی کرد. 1-0 مغلوب شهرداری تبریز شد و 2-1 از تیم کاوه در بوشهر شکست خورد. با مشهد 2-2 مساوی کرد در مشهد. 2-1 موفق شد سپاهان نوین اصفهان.